بارش باران و جاری شدن سیل در 17 استان، بسیاری از شهرها زیر آب رفت، خانه ها تخریب شد و باز هم قربانی گرفت. به گفته سخنگوی سازمان اورژانس کشور، در سیل و آب گرفتگی در استانهای جنوبی متاسفانه 10 تن جان باختند. در نظام قتل عام مردم هم در بی‌آبی و خشکسالی کشته می‌شوند و هم در باران و برف. در سنوات اخیر شاهد وقوع سیل، خشکسالی، بارش برف شدید منجر به راهبندان راه‌های اصلی، آتش سوزی در جنگل‌ها و در هفته گذشته شاهد تند باد. کنارک، چابهار، دشتیاری و زرآباد را آب برده و برخی از مسئولین تهران نشین را خواب، آن هم خواب زمستانی. در حال حاضر این فیلم اگه تو هیچ اینترنت نیست و خط و خرابت ما بهش ارسال بکنه، خسارت سنگینه به محل سنگی وارده بودنه، به داد محله برسه. 1001 دلیل برای نابودی جان و مال مردم می آورند، اما هیچ کدام به نقش مخرب سپاه در بستن مسیل سیلاب ها و ساخت و سازهای مافیایی اشاره نمی کنند. به این مزخرفات توجه کنید. مهمترین عوامل توسعه دامنه خسارت سیل می توان به وجود کانون های جمعیتی فاقد زیرساخت مقابله با سیلاب و تبدیل سریع بارش ها به روان‌آب و همچنین عدم مستندسازی و بکارگیری تجارب حوادث مشابه اشاره. روزنامه اعتماد با اشاره به نقش مافیا حاکم در فاجعه نوشت: اینکه ما چقدر در طبیعت دستکاری کرده ایم و مسیر سیلاب ها را بسته ایم یا ساخت و ساز انجام داده ایم و سواحل رودخانه را تغییر شکل داده ایم، می تواند در وقوع سیلاب یک منطقه اثرگذار باشد. سردار بیورده بلوارای جاونا را درست نمی کنه، با تانکه می خواه آب جوار بکشه، خجالت بکشه. این حاصل 43 سال غارت اموال مردم است و تا سرنگونی مافیای حاکم سیلاب فقر و آوارگی ادامه دارد.